Before I learned how to weld, I would just scavenge the streets. قبل از اینکه کار با فلز رو یاد بگیرم، توی خیابونا پرسه می‌زدم و دنبال لوس‌های قدیمی می‌گشتم که شاید بتونم توی کارم ازشون استفاده کنم و به چیزی که می‌خوام تبدیلشون کنم. ولی متأسفانه هیچ وقت نتونستم. بنابراین تصمیم گرفتم خودم جوشکاری یاد بگیرم. بیشتر کارهای من از جوش دادن میله‌های نازک و ظریف به هم و ترکیبشون با تورهای فلزی شکل می‌گیره و در نهایت اضافه کردن نور به اونها. وقتی 3 سالم بود همراه خانواده‌ام از تهران به نیویورک مهاجرت کردیم. اونجا به دانشگاه نیویورک رفتم و هنرهای زیبا خوندم. بعد از فارغ التحصیل شدن کار من فقط این بود که بیام تو کارگاه هم و کار کنم. توی اکثر کارهای پشت سر من جواهرات ظریفی رو میبینین که از مجسمه بیرون زدن. مجسمه‌ای که خودش از مواد صنعتی ساختمان‌سازی درست شده. من کار خودم رو یه چیزی بین یه تیکه جواهر و یک ساختمان میبینم. وقتی برای اولین بار به ایران برگشتم، معماری و تزئینات مساجد و قصرها و زیارتگاه‌های اونجا منو مجذوب خودشون کرد. عناصر معماری که نور خورشید رو به خدمت می‌گیرن. مثلا یک گل نیلوفر آبی توی پنجره که سایه‌اش روی زمین می‌افته یا پنجره‌های تاغداری که نور رو تحت کنترل خودشون در میارن. این باعث شد که من همیشه حضور نور رو در کارام در نظر بگیرم. همیشه وقتی در مورد مواد و مصالح کارم ازم میپرسن توضیح میدم که مثلا این از فلز و فایبر گلاس ساخته شده، ولی نور هم بخشی از فهرست مواد و مصالح کار منه. احساس میکنم بدون نور کارهام عریانند. کارهای من همیشه با طراحی شروع میشن و تا همین اواخر بیشتر تحت تاثیر قواعد و فرمهای معماری بودم. مثلا یکی از کارام که یه حجم خیلی بزرگ بود رو با الهام از بنای تاج محل درست کردم. اسم این کار خانه من، آرامگاه منه. مبنای اون داستانیه که گفته میشه شاه جهان بعد از ساختن تاج محل به عنوان آرامگاه همسرش میخواست مقبره خودش رو روبروی اون بسازه که دقیقاً شبیه تاج محل بوده، با این تفاوت که به جای مرمر سفید از مرمر سیاه استفاده بکنه. خب این روایت درست یا غلط هیچ وقت اتفاق نمیفته، ولی همیشه این اسطوره برای من جالب بود. دلم میخواست که تصویری از این دو ساختمان کنار هم رو درست کنم. یکی از پروژه هام به اسم دور از خدا یه مجموعه از تاج‌های خیلی بزرگه. میخواستم تاج‌هایی بسازم که سمبل قدرتند، اما انگار دارن از سوی جمجمه آدم بیرون میزنن. انگار ادامه ی استخون جمجمن که به این ستون‌های سفید تبدیل شدن. فرار از واقعیت معمولاً معنی منفی داره. مردم فکر میکنن که نمیخوای به مسائل واقعی بپردازی. ولی گاهی لازمه که از واقعیت فاصله بگیریم و وارد چارچوب فکری دیگه‌ای بشیم تا بتونیم برگردیم و درک بهتر و متفاوتی از دنیای واقعی داشته باشیم.